یه ورزش صبح خب خودم نبر گرم میکنیم به ورزش رو با یه سری ورزش برای شکم شروع میکنیم. ورزش بسیار ساده ایه، شما میتونید این ورزش ها رو تو همون چند قسمتی که یعنی چند تا حرکتی که برای شکم هست انجام بدید و بقیه رو ادامه ندید، میتونید که ادامه بدید. برای اینکه ورزش رو شروع بکنیم بدنتون رو یه خورده گرم بکنید، حتما دو تا لیوان آبتون رو خورده باشید و بعد در تمام مدتی که داریم ورزش برای شکم میکنید تا اونجایی که امکان داره باید شکم رو بدید تو. یکی از ورزش های سادهی که برای شکم میکنید اینه که شکم میدید تو تا اونجا که امکانش هست، میدید تو، یک، دو، سه، چهار، پنج، بکشید خودتون رو بالا رها کنید، دوباره یک، دو، سه، چهار، پنج، باز بدید تو، بدید تو تا اونجایی که امکانش هست. فشار کف پاتون بیارید، طرز قرار دادن انگشتای پاتون هم که یادتونه، شستتون رو به طرف داخل فشار بدید، انگشتای دیگه به طرف بیرون، یک، دو، سه، چهار، پنج، یک، دو، سه، چهار، پنج، یک، دو، سه، چهار، پنج. حالا دست رو ببرید بالا، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، دست بکشید دو طرف بیارید پایین. حالا یک، دو، شکم بدید تو، بکشید کارتون هم بالا، سه، چهار، پنج، یک، دو، بکشید کارتون رو بالا، دستتون رو بیارید، سه، چهار، پنج، مجددم، یک، دو، سه، چهار، پنج، شکم رو میدید تو، خودتون رو میکشید بالا، بعد رها میکنید، مجددم شکم رو میدید تو، خودمون رو میکشید بالا، دست رو بکشید بیرون، بیارید بالا و خم کنید، یک، دو، سه، چهار، پنج. حالا دست رو بیارید جلو، بکشید، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت. وقتی بلند میشم خودم هم میکشم بالا، شکم هم میدم تو، هشت، نه، ده. حالا یک، دو، یا خم میکنید پاتون رو یا میکشید اخم، یک، دو، سه، برای شکم، چهار، پنج، شش، هفت، نو، ده. حالا دست رو بیارید بالا، یک، دو، سه، چهار،
دستو باز ببرید بالا. یک، دو، سه، چهار، پنج. یک، دو، سه، چهار، پنج. یک، دو. وقتی خم میکنم خودمو، شون رو خم نمی کنم، بدن رو خم میکنم، شکمم میدم تو. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. وقتی شکم ما بزرگ هست، به تب پهلوهای ما هم بزرگه. اونا را باید ورزش کنیم، یعنی ورزش شکم پهلو رو با هم میدیم. حالا دست رو ببرید تو پشت سرتون قرار بدید. یک، دو، سه، روی شست پا بچرخیم. چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. شکم رو بدید تو. حالا دست ببرید بالا. یک، دو، سه، چهار، پنج. یک، دو، سه، چهار، پنج. دست رو بزنید به کمر، شکم بدید تو، کف لگن رو ببندید، خودتون رو بکشید بالا. یک، دو، سه، چهار، پنج. یک، دو، سه، چهار، پنج. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. دست رو ببرید بالا، بیارید پایین. وقتی که میچرخید دست چپ رو میزنید روی پای دست راست رو میزنید روی پای چپ، تا اونجا که امکان داره بدن رو بچرخونید، شکمتون رو میدید تو، کف لگن هم میبندید، شستاتون رو بذارید به طرف داخل فشار بدید، پنجه ها به طرف بیرون، خودتون رو به طرف بالا بکشید. یک، دو، سه، بکشید خودتون رو بالا. چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. دستتون رو بذارید پشت سرتون. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. یک، دو، سه، چهار، پنج. 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 دو تا دست رو به این صورت قرار بدید، بکشید بیرون، شکم بدید تو، کف لگن رو ببندید، خودتون هم بکشید بالا. یک، دو، سه، چهار، پنج. هشت، نه،
ده شکم میدید تو، خودتون رو میکشید بیرون و بالا دوباره. شکم باید ورزش بکنه. حرکت دیگه که برای شکم انجام بدید، شونتون رو بدید بالا، عقب صاف بایستید، کف لگن رو ببندید. حالا با شکم بازی میکنه. یک، دو، سه، چهار، پنج، میکشمش، ببین میکشم بیرون، تو، میچرم، تا اونجا که میشه میچسبونم، حالت این که بچرخونم بیارمش بالا، مثل موج دریا، شش، هشت، دو، ده. این ورزش ورزشی که کمکتون میکنه یه خورده تمرکز هم داشته باشه. تا اونجا که میشه شکم میدید تو، میارید پایین، میارید بالا، بیرون و میچرم. حالا از راست به چپ، دو، سه، چهار، پنج. حالا از چپ راست، یک، دو، سه. سعی میکنید فقط شکم بچرم. چهار، پنج. یه خورده باید روش تمرکز کنید. تا اونجا که میشه شکم رو میدید تو. حالا ورزش بعدی که برای شکم انجام میدید، دستتون رو ببرید بالا. یک، دو، سه. وقتی میبرید عقب و پشت و بالا، زانو رو محکم نگه میدارید، بدن هم میکشید بالا، کف لگن هم بستید. خب، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، اینا همه برای شکممون بود، برای قفسه سینه بود، بالا تنه بود. عمدتاً فشار برای شکم. حرکت‌ها رو برای شکم انجام دادید. شکمتون رو تا میشه توی طول مدت ورزش هم بکشید تو. وقتی که شما حرکت‌های مناسب، کششی و حداقل هر کدوم رو برای 20 بار انجام میدید، هم برای قفسه سینه‌تون، برای ریه‌تون، تقویت بازوی و برای شکمه. شما وقتی که این کار رو انجام میدی، ببینید شکم شما چقدر کشیده میشه. سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. شکمتون رو بدید تو، کف لگن رو هم بستید. حالا باز برای دو طرف بدن میاد، برای پهلو. شکم بدید تو، کف لگن رو ببندید. یک، دو، سه، چهار. میاید بالا، شکم بدید تو. پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. خیلی مهمه که شکم رو ول میکنید، محکم بگیرید. این ماهیچه ها باید مدام حرکت بکنه تا بتونه تاثیر لازم رو روی شکم شما داشته باشه. دستاتون رو بگیرید جلو. یک، دو، سه. دست رو ببرید بالا. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. این حرکت هم باز برای شکم شما و حفظ تعادل شماست. حالا چند حرکت ورزش، این ورزش ایستاده شکم بالا تنه بود. حالا چند حرکت ورزشی برای درازکش، برای باز شکم انجام میدید. و وقتی که شما برای شکم ورزش میکنید، اگر خودتون رو درست بکشید و روی هر حرکت دیگه درست انجام بدید، در عین اینکه دارید برای شکمتون ورزش میکنید، قسمت های مختلف دیگه بدن رو هم دارید تقویت میکنید. الان وقتی میام جلو، پنجه های انگشت های پا رو سعی میکنم رو زمین فشار بدم و
وقتی انگشتای پا رو میخوام رو زمین فشار بدم ماهیچه پام گرفته میشه. وقتی که میام جلو خودم بلند میکنم میکشم عقب. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. باز برای شکم بوده. هر روز ورزش‌های شکم رو انجام میدیم، بعد با توجه به تصاویری که از خودم هست میتونید تأثیرش رو روی شکم من هم ببینید. توی سنی که ما داریم این تغییرات به کندی انجام میشه، یه خورده کندتره چون سوخت و ساز بدن ما کمتر و ضعیفتره و ما فقط تقویتش میکنیم و میخواییم که سالم نگهشه. حالا دوتا دستتون رو به این صورت بگذارید کنارتون، ورزش کف دست رو انجام میدید و باز برای شکممونه که این آرتروز دستمون اگر هست، انگشتمون اگر کج و کله شده صافش کنیم. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. به پشت میخوابیم، سعی میکنیم که حتما کمرمون کاملا روی زمین قرار بگیره، باید پشتمون کمرمون زمین رو حس کنه. به این صورت به ستون فقرات فشار نمیاد، ستون فقرات صاف میشه. اگر گوز داشته باشید به مرور گوزمونم از بین میره. دو تا دستتون رو دو طرف بدنتون یه خود بالاتر از شور قرار میدید، بند انگشت رو روی زمین فشار میدید. حالا یک پا رو بلند میکنید، یک شکم بدید تو، دو سه چهار پنج یک دو سه چهار پنج یک دو سه چهار یک دو سه چهار پنج شکم بدید تو، یک دو سه چهار پنج. خب حالا ما تو این حالت از پایین به بالا روی شکم فشار آوردیم، حالا باید توی حالت بعدی از بالا تنه به شکم فشار بیاریم. به چه صورت؟ پاره خود باز میذارید، دوتا دست رو میکشید، یک دو سه. حالا یادتون باشه که پشت کمرتون حتما روی زمین قرار بگیرید. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. دستت رو بذاری زیر سرتون، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. دو تا دست رو دو طرف بکشی، مجددا ورزش پامون رو باز بخواییم انجام بدیم که از قسمت بالا تن به قسمت شکم فشار بگیریم. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. وقتی دارم میام بالا کف پامو پنجه های پامو سعی میکنم زمین فشار بدم و به شکمم به این صورت فشار اومده. حالا دستم بازیزم زیر سرم، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده.
در رو روی ماهیچه‌های شکمتون حس کرده باشید. مجددا دست رو بذارید دو طرف بدنتون. حالا باز بیایید بالا. یک، دو، سه، چهار، پنج، تا اونجا که میتونید بکشید. یک، دو، سه، چهار، پنج، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده، یک، دو، سه، چهار. وقتی بخواید میچرخید بدنتون رو سعی کنید پشت شونهاتون اینا رو همینطور زمین فشار بدید، این قسمت رو میچرخید. وقتی بخواید بلند کنید میاد رو که پنجه پا میاد بالا. من مجددا میگم و ده بارم این کار رو انجام میدید، شکمتون رو میدید تو. حالا پا رو بیارید بالا، صاف نگه دارید به این سو. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده، یازده، سیزده، پانزده، شانزده، هفده، هجده، نوزده، بیست. یک، دو، سه، چهار. الان ببینید پنجه پا دستو داره میکشه بیرون، بالا تنه رو هم داره میکشه، به شکم فشار میاد و ستون فقرات رو هم داره میکشه. پنج قوزک پا رو به هم بزنید. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، سیزده، چهارده، پونزده، شونزده، هفده، هجده، بیست. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. تا ده شماره میشمارید و پا بدن رو میکشه، شکم هم میدید. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده. یک، دو، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده. نوزده، بیست. بار بگشت بالا. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، نه، ده، سه. پا رو میارید میکشید بالا، پا رو با ضرب بزنید روی شکمتون. تمام ورزشهایی که انجام میدید شکم، کشش بدن، ریه ما و حفظ تعادل ماست. وقتی شما بتونید به این صورت پایتون رو نگه دارید، اینا برای حفظ تعادلتونه، برای اینه که جریان خون بدن بتونه بهتر انجام بشه و توی حالتهای مختلف ما بتونید بدنمون رو نگه دارید. این خیلی مهمه. در طول ورزشی که انجام میدید حتما پشت زانوتون رو ماساژ بدید، پشت زانو رو ماساژ بدید، بیاید پایین قسمت های رونتون رو. هر جا که فکر کردید که
برجستگی به وجود اومده. اول با ماساژ سعی کنید حلش بدین، اگه درد نمیکنه درد به هر حال به دکتر حتما مراجعه کنید، اما در کنارش بیشتر این مشکلات به خاطر ایستادن زیاده، به خاطر ورزش نکردن. ورزش بکنید، ماساژ بدید، وقتی شما پاتون رو ماساژ میدید انگشتای دستتون رو هم دارید ورزش. خب حالا مجددا پا رو بیارید روی شکم، یک دو سه چهار پنج، دست رو بذارید پشت سرتون، دوباره یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. بکشید چکمتون رو بکشید و بعد حتما وقتی پر گودی بیفته پشت کمرتون، کمرتون صاف کنید، گود نباید بیفته. وقتی میخواید ورزش کنید باید پشت کمرتون رو تا اونجا که میشه سر کنید روی زمین قرار بگیرید. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. بچرخید حالا به این صورت، بکشید پایتون رو صاف، بکشید صاف قرار بدید، پارم صاف بکشید، یک دو سه چهار پنج، یک دو سه چهار پنج، یک دو سه چهار پنج، به سمت شکم بدید تو، پا رو بکشید، بدنم بکشید بالا، پا رو بکشید بیرون رو بدید بالا، یک دو سه چهار پنج، یک دو سه چهار پنج، پنج تا عقب، یک دو سه چهار پنج، به روی شکم بخوابید. حالا پا رو ببرید عقب، یک دو سه رو بکشید بیرون، حالا دو تا پا رو با هم بلند کنید، یک دو سه نو ده، یک دو سه چهار یک دو سه چهار پنج، یک دو سه چهار پنج، بیارید تو ببرید تو، یک دو سه چهار پنج، 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 یک دو
چهار پنج یک دو سه چیکار می‌کنی؟ دو چهار پنج شش هفت هشت نه ده یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده. در تمام این مدت این حرکت رو انجام دید شکم باید تو باشه و گهگاهی هم به این صورت بدن رو میکشید بیرون ستون بقرات رو و بعد برمیگردید. حالا بشینید صاف بشینید شکم تو یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده. خندیدن هم باید یادمون نره. وقتی که میخندیم سعی میکنیم خنده رو روی چهرمون داشته باشیم، میتونیم تسلط بیشتری هم توی ورزش داشته باشیم و یک استراحت باشه برای مغزمون. حالا به این صورت خودمون رو نگهداریم شکم بدیم تو چند حرکت برای بازومون انجام میدیم که این حرکت هایی که برای بازو هست باز برای شکم ما هم محسوب میشه. به این صورت دست رو بکشید عقب بیارید بالا. وقتی بکشید شکم بدید تو. حالا دست رو صاف خم میکنید به این صورت یک دو سه چهار پنج 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 یک دو سه چهار پنج. وقتی همه این حرکت ها رو انجام میدید میبینید که روی شکم شما چه تأثیری داره. یک دو سه چهار پنج یک دو سه چهار پنج. این دستم رو من همیشه سخت میتونم بیارم، شما حتما یه دستتون براتون مشکل تر باید باشه. دو سه چهار پنج یک دو چهار پنج. الان بدن شما باید عرق هم کرده باشه، گرم شده باشه کاملا و هر روز ما این ورزش ها رو با هم انجام میدیم، شبیه هم هست هر روز این ورزش ها، تا یک ماه ما این ورزش ها رو انجام میدیم و تأثیرش رو هم میتونیم روی شکممون، پهلومون و در کل روی سلامتیمون ببینیم. یادمون باشه که نوع لباس پوشیدن ما روی این
اینکه فرم بدن ما رو به چه صورت قرار میده مهمه. اگر شما شلوار بپوشید، دامن بپوشید، هر چی که بالای کمر شما یعنی توی گودی کمر بیفته، به خصوص اگر شلوار شما فاق بلند باشه، هیچ وقت خیلی زیاد برجستگی‌های پهلو و کمرتون مشخص نمیشه. اما پر واضحه که اگر فاق کوتاه باشه اینا رو میندازه بیرون و خوشایند نیست برای شکل ظاهر لباس شما. البته اگر که ورزش بکنید و تناسب اندام خوبی داشته باشید، با هیچ نوع لباسی مشکلی نخواهید داشت. اما چیزی که مهمه حفظ سلامتی ماست. در فضای مجازی این عزیزان رو فراموش نکنید. حمایت از اینها حمایت از امنیت همه خود ماست. مادران مبارز رو هم باهاشون باشید. از بنیاد ستار بهشتی حمایت بکنید. یادمون باشه که راه سخت اما پر از شکوه و زیبایی رو در راه داریم و برای این راه باید سلامت باشیم، با هم باشیم، امیدوار باشیم، کتاب بخونیم، تاریخ رو فراموش نکنیم، این عزیزان و این عزیزان رو هم فراموش نکنیم. روز و شبتون بخیر و شادی. از اینکه من رو همراهی میکنین بسیار سپاسگزارم. هر روز با هم ورزش میکنیم، بعد از ظهر هم رقصش و پیاده روی مون رو داریم.